چنین چیزی امکان نداره. نمیتونی اینو درکش کنی؟ نریمان وکالت همه دارایی حقوقش رو به من داده. در نبود اون، تصمیم گیرنده همه امور منم. چیز غیر قابل فهمی نیست. چی تو سرت حالیده؟ من قول دادم که سهم تو رو از درآمدا بدم. تو رفتی با نریمان یکی شدی، میخوای کارخونه رو اداره کنی؟ من دیگه سهممو از درآمدا نمیخوام. با کمال آشتی کردیم. دیگه نمیخوایم طلاق بگیریم. در ضمن مطمئنم که کارخونه رو بهتر از تو میتونم اداره کنم. خوش اومدین. ممنون عزیزم. کارمون تو هتل تموم شد. اومدیم که آخرین امضاها رو بگیریم. نمیدونم چی تو کلتونه، ولی فکر نکنین که دیگه تمومه. نمیذارم اینطوری تموم شه. بفرمایید. با اجازتون خانم. ممنونم. خداحافظ. ازتون خیلی ممنونم. نمیدونم چطوری جبران کنم. واقعا ازت ممنونم نریمان. در اصل من باید از تو تشکر کنم. با قبول کردن پیشنهادم منو از یه مصیبت بزرگ نجات بشین. نریمان، تو قرارداد سهم منو از درآمد 50% تعیین کردی، زیاد نیست؟ نه عزیزم. حالا که با هم شریکیم، حالا که تو کارخونه کارا رو تو جلو میبری، این حقته. تازه خودت بهتر میدونی که من تو عمرم کار نکردم. مطمئنم که تو بهتر از من کارخونه رو اداره میکنی. بهت قول میدم که شرمندت نکنم. راستی، عکس العمل کمال چطوری بود؟ نخواستم قبل قطعی شدن بهش بگم. امشب باش حرف میزنم. مطمئنم که خیلی خوشحال میشه. چطوری داداش؟ داشتم رد میشدم، دیدم مشغول کاری، گفتم یه سری بهت بزنم. پیش رئیس بودم، خبرهای خوبی دارم. حالیده برگشته، خدا را شکر. خیره ایشالله. اون برگشته، اما اینطور که قیافت نشون میده مشکلتون حل نشده. مشکل حل نشدنی نبود. میتونستم زنم رو بیخیال شم، ولی این کارو نکردم. حالیده، من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. واقعا؟ چی شده؟ تصمیم گرفتم از آدانا برم. چرا؟ با موندن تو اینجا نمیتونم خودم رو پیدا کنم. هر موقع که میام تو خیابون، از اینکه با یه آشنا روبرو بشم وحشت دارم. نمیتونم نگاه های مردم رو تحمل کنم. میخوام تو یه شهری که هیچ کس منو نمیشناسه زندگی جدیدی رو شروع کنم. میخوام گذشته رو فراموش کنم و از نو زندگیمو بسازم. کجا میخوای بری؟ استانبول. کی میخوای بری؟ هر چقدر زودتر بهتر، ولی در هر حال چند روز طول میکشه. فکر میکردم خوشحال میشی. مگه میشه خوشحال نشم؟ قطعا خوشحال شدم. ازت خیلی ممنونم. ممنونم که منو تنها نذاشتی. قربونت بشم. بیا بیا، عسل طبیعیه، بخور نوش جونت. رامزا، گم اگه اینطوری ادامه بدی تو یه ما من یه طور میشم. چشکایی داره ازم، تو چاقم بشی، من دوستت دارم. آره خیلی خوبه. منو نگاه، مگه من خیلی لاغرم؟ نه قربونت بشم، به نظر من کاملا اندازه‌ام هستی. ولی تو گفتی چاقو دوست دارم. تو هر طور که باشی من تو رو دوستت دارم. باشه پس اینطوری. پاکیزم عجله کن و عدنم خونه ببینیم. رامزان. آها
به نظر تو خرج کردن پولا عجله نمی کنی؟ یعنی چی؟ خونه بزرگو می خوایم چیکار؟ اینجا خوبه دیگه. نه خوب نیست، من خونه بزرگ می خوام، باغچه دار می خوام، توش راحت بشم. می فهمی چی میگم؟ دستشویو همه بشن با تو آخر بشن، پذیرایی جدا داشته باشه، اتاقاش هم جدا باشن. می فهمی قربونت بشن؟ باشه رمضان، ولی یه چیزیو بگم. بگو قربونت بره. فردا پس فردا بچه دار می شیم. فکیزه دوست دارم یه گله بچه داشته باشه. باید به فکر آینده اونا هم باشیم. چطوری؟ یعنی پولیو که گلی داده رو نباید هدر بدیم، بهتره کمیشو پس انداز کنیم. راست میگی، حالا باید چی کار کنیم عزیزم؟ من میگم که نصف اون پولو کنار بذاریم، فکر کنیم که اصلا نیست، بعد از اینکه بچه هامون بزرگ شدن بهشون میدیم که اونام سختی نکشن. آفرین به تو، واقعا خیلی خوب فکر کردی. باشه پس قول بده که به اون پول اصلا دست نمیزنی. من تسلیم دستور شما. پس چرا بهم دیگه لقمه نمیدی؟ تموم شد دیگه. اومدم. حافظ خوش اومدی. روز بخیر زنده داشت. ممنونم ازت. رای بابا فکر کنم مادر زنه تو رو خیلی دوست داشته. بیا. مادر زنی که ندارم منو دوست داره. میبینم که در نبود من عسل و سرشیر خوب از گلوت میره پایین. چی شده بابا؟ چرا اینطوری داری با من حرف میزنی؟ از اون سوسیسایی که تو دوست داری هم هست، الان میگم روشون تخم مرغ هم بندازه. نه من سیرم. خدایا، یعنی اصرار نکنین، من فقط یه چایی میخورم و مگه یه چایی میشه؟ من الان برات نیم رو هم درست میکنم. باشه باشه. حالا که هی دارین اصرار میکنین، خب من میام ببینم. معلومه چقدر سیری، مثل استاد موسیقی میمونی حافظ جو. اینطوری عمل میکنه، دن دره دن دره دن 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 دره دن دره دن دن دن. یعنی میگی من همزمان که دارم غذا میخورم موسیقی هم میزنم؟ آره خب معلومه. دستت درد نکنه پاکیزه، واقعا عطر خوبی داره، دستت درد نکنه. نوش جانت رمضان. جمشیر ابراهیمو دیده؟ خدا ازت راضی باشه، خیلی کار خوبی. نه اونو نمیگم، نه نه نه، من میگم که هیچ کس دیگه ای پیدا نمیشد که به جمشیر پول بده، اصلا هیچ کسی. رمضان تو به جمشیر پول دادی؟ یعنی من قربونت بشم، خبر نداری؟ از چی خبر ندارم رمضان؟ آه ببین چی یادم اومد، من رجاقو روشن گذاشتم، آبم روشه. وای 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 دیرم شد. بذار سوخت. خدا حافظ، خیلی ممنون پاکیزه خانم، خیلی ممنون. اورهان لطفا ناراحت نشو، من چند روزه که دارم خودمو واسه امشب آماده میکنم. خودت خوب میدونی که من اصلا دوست ندارم سحر. میدونم، ولی دیگه نمیتونیم لغوش کنیم چون به همه خبر دادیم. به هر حال من دیگه باید برم، چند تا کار جزئی واسه امشب باقی مونده که باید انجامشون بدم. تو هم لطفاً دیر نکن، لطفاً. بفرمایید خانم سراب. روزتون بخیر، معذرت میخوام. خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ بشینید. سلام عزیزم، از دیدنت خوشحالم. منم همینطور. خیلی خوب شد که همدیگر رو دیدیم، میخواستم بهتون زنگ بزنم. امشب به خاطر برگشتنمون به آدنا تو خونمون یه مهمونی داریم، خیلی دوست داریم که شما هم باشید. قول نمیدم ولی سعی میکنم بیام. نه اینطوری قبول نمیکنم، حتما باید بیاین، نمیشه جای شما خالی باشه. من دیگه باید برم، به امید دیدار. خداحافظ اورهان. بفرمایید بشینید. شما حالتون خوبه؟ اصلا خوب نیستم.
اتفاقی افتاده؟ نریمان همه یه حقشو تو کارخونه به حالیده داده. نمیتونم تحمل کنم. نمیخوام اون زن تو کارخونم باشه. پس واقعیت داره. نمیتونم بگم چقدر خوشحال شدم حالیده. در حقیقت این کارخونه کسی مثل تو رو میخواد. مشخصه که خانم سراب هیچ چیزی از اداره کارخونه نمیدونه. مناسبت کاریمون سر جاش بمونه لطفاً. خیلی خوشحال میشم که این مسائل رو مطرح نکنی. معلومه که هنوزم دوست داری تو این کارخونه کار کنی. ناراحت نباشید لطفاً. قصد ندارم اسرارتون رو فاش کنم. به هیچ وجه کاری که تو رو ناراحت بکنه نمی کنم. دلم میخواد سود و زیان یه سال اخیر کارخونه رو بدونم. همچنین گزارش های خرید و فروش رو. حتماً. اگه اینطوری که تو میگی باشه، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. چطور نمیشه؟ باید بشه. نمیتونم کسی که باش کار میکنم و انتخاب کنم. تو قانون زندگی بله، ولی متاسفانه تو قانون کار قواعد اینگونه نشون نمیده. نریمان میتونه وکالت امور رو به هر کسی که دوست داشته باشه بده و قانونن ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. فقط من نمیتونم سر در بیارم چرا یه دفعه این تصمیمو گرفت. با این که میدونه که شما را با این کار ناراحت میکنه. حالیده با طلاق گرفتن، با درآمدی که از شما میگرفت دیگه هیچ احتیاجی به پول نداره. از گرفتن پول منصرف شد. دیگه طلاق نمیگیرن. خانم سراب، چرا این موضوع رو از ریشه حل نمیکنید؟ چطوری؟ اگه سهم نریمان رو بخرید این مشکل حل میشه. به همین راحتی. فکر کردی نمیخواستم بخرم؟ هرچی اصرار میکنم حاضر نمیشه بفروشه. در این صورت ما هم مبلغی رو پیشنهاد میکنیم که نتونه رد کنه. ای بابا پاکیزه، تو اصلا به من گوش نمیدی. باشه گوش میکنم. چرا به جمشیر پول دادی؟ قرض دادم پس میده بهم. چرا دادی رمضان؟ چرا؟ دلم به حالش سوخت. پسرش تو زندونه گرفتار شده تفلکی به خاطر او. دنیا داره مکافاته. آه مردم پشت سرشون کم نیست. جزاشون رو باید بکشن. پاکیزه ببین، شک ندارم اگه تو هم موضوع جمشیر رو میدیدی دلت میسوخت. قربونت برم. آخه مشکل واسه شما پیش اومده. ما نباید اونا رو تنها بذاریم. ناسلامتی ماها اهل یه محلیم. آخه بابا میشه با ظلمی که اونو پسرش کردن بهشون رحم کرد؟ تازه از کجا معلومه که داره راست میگه؟ زندگی اون همش دروغه. 100% اون پولو واسه یه خوشگذرونی گرفته. امشب میبره خرجش میکنه. قربونت برم. ببینم تو چرا میخوای ما رو ناراحت کنی. ببین میخواستیم بریم خونه نگاه کنیم. دیرمون میشه. های رمضان، من واسه اینکه پول بهش دادی ناراحت نیستم. اونا از نیت پاک تو سوء استفاده میکنن. قربونت برم. اگه اونطوری که تو میگی باشه و اون بخواد خوشگذرونی کنه، نمیذارم یه آب خوش از گلوش پایین بره. ولی اگه اونطوری که اون داره میگه باشه، شایسته ما نیست که یه آدم بیگناه بندازیم پای آتیش بسوزه. آخه باشه، عیب نداره. ببینم چی میشه. قربونت برم. خانم خوشگله من، خیلی مهربونی. زود باش، ولشون کن بعدن جمعش میکنی. فکر نکن تمومه. باید این کارو تموم کنی و پسرم از دست اون نامرد نجات بدی. خیالت راحت، شما برو خونه. مطمئن باشی مسئله حل شده است. خدا ازت راضی باشه. خدا ازت راضی باشه. آه.
آقا ببینم اینا با تو چه مشکلی دارن ها؟ داداشم قسم میخورم نمیدونم. ببین این بیشرف ها میخوان زندگی تو نابود کنن. نترس، من به تو کاری ندارم، ولی اگه فکری تو کلشون باشه یکی رو پیدا میکنن که عملیش کنه. حواست باشه، باید خیلی حواست رو جمع کنی. خیلی کار اشتباه کردی همزه، کاری میکنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. واسه مردن التماس میکنی؟ هر غلطی که دلت میخواد بکن. وقتی صورت تو پاره کردم دیگه از این غلط ها نمی کنی بچه. اینجا چی خبره؟ کی به شما گفته بشینید اینجا؟ این خاصیت ها. من به شما نگفتم یه ساعته باید این کارو تموم کنید؟ اگه من به شما پول دادم، میدونید اون بیرون چه سگایی هستن میخوام خاشهای منو بخورن تا بیان اینجا؟ به من نگاه کنید، همه تونو با هم میندازن پشت درا. این کار باید تا نیم ساعت دیگه تموم باشه. بشین برید سر کارتون بی ارزه ها. اینجا چه خبره؟ آقای یاسین همشون لال شده. چرا نشستین؟ یالا پاشین برید سر کارتون. گوش دادن به حرف مردی که تو جمع از زن سیلی میخوره ممکن نیست. برو با هاجر صحبت کن، بهش بگو تو رفتاراش تجدید نظر بکنه. تو هم برو خودتو درست کن و الا اینجوری کارا خراب میشه. به عنوان سرکارگر هیچ احترام بهت نمیذارن. دختر هاجر، دختر تو ماشالله هزار ماشالله، خودت یه شیرزنی. خیلی خوب حال رشیدو گرفتی ماشالله. اگه من بودم کلشو میکندم، ولی باز تو با انصاف بودی. زن مثل دست گلشو گذاشته تو خونه، تو شهر میره پیه چه کارایی. یعنی واقعا امکان داره؟ وای شما چند لحظه بیا بینون کارت داره. وایسه اینجا ببینه. ببین هاجر، زنی حق زن بودن تو به جا بیار. اگه یه بار دیگه این کارو تکرار کنی خدا شاهد کبودت میکنم با کمربند. تو هم اگه مردی وظیفتو بدون. فقط یه بار دیگه ببینم شبو بیرون بودی قسم میخورم تو رو از این عمارت میندازمت بیرون. نمیتونی. حالا میبینی میتونم یا نمیتونم. تو اصلاً تو این چند سال زنتو نشناختی. ببین منو، با من درست صحبت کن و الا همچین سیلی میزنم دندونات بره تو لوزل میدت. حالا بری سر کارت، زود باش ببینه. شما داریم به چی نگاه میکنین؟ بی خاصیت های پاچه ماد، بری سر کارتون. انگار مرد ندیده. همه کیسه رو سر راه گذاشتین.
شماها چجور آدمایی هستین؟ از صابونه رو جمعش نکردین؟ فکر کنم زیادیتون کرده. ماما کجایی تو؟ نمیشنوی چجوری گریه میکنه؟ والا خانم فکر کردم مادرتون پیششه که نرفتم. والا نمیتونی مواظبه یه بچه باشی؟ نمیتونم دو دقیقه بذارمش برم بیرون؟ اگه نمیتونی کارتو انجام بدی برو یه خونه یه دیگه کار کن. برو گم شو، از جلوی چشم دور شو. اومدم پسرم، اومدم، گریه نکن. ای وای، تا چند لحظه پیش کنارش بودم، همین که خوابید رفتم همون. گریه نکن عزیز دلم، گریه نکن. تموم شد دیگه، به خدا دیگه تموم شد. بس خسته شدم، چش بارونم میاد فکر میکنه تقصیر منه. آخه منم آدمم، روانیه به خدا. من چی کار کنم از دست این؟ چی شده عزیزم؟ چی شده؟ از تخمه خانم و خدمتکار گفتنش خسته شدم به خود. سیار آبجی، من زنی نیستم که به این حال و روز بیفتم. نمیدونی وقتی اون نبود آقای مظفر منو رو دستش نگه میداشت. به خدا به هم بر میخوره وقتی به هم میگه خدمتکار. هیچ کاری نمیتونی بکنی دخترم، تقدیرته. تا یه مردی نباشه و تو رو از این عمارت بیرون نبره، مثل من عمرت با خدمتکاری هدر میره. خانم سراب برای شما یه پیشنهاد داره. چه پیشنهادی؟ اگه سهم تو از کارخونه بهش بفروشی، حاضر 3 برابر قیمت ازت بخره. یعنی سراب اینقدر بیچاره شده؟ این مبلغ خیلی بالایی نریمان. جای تو باشم حتما قبول میکنم، مطمئن باش. به پیشنهادتون اصلا فکر نمی کنم. لطفا به سراب بگو سهممو اصلا به اون نمیفروشم. اگه میخواد حالی در رو نبینه باید چاره دیگه ای پیدا کنه. باشه، ولی به نظر من داری اشتباه میکنی. راه رو واسه یه دعوای جدید باز کردی. منم میخوام اینطوری بشه. میگم رمضان جانه، جای خیلی خوبیه اینجا، اصلا حوصله آدم سر نمیره. رمضان حمومش هم خیلی خوشگله. پسندیدی عزیزم؟ خیلی پسندیدم. خوش اومدی رمضان. ممنونم آقا، ما همونطور که با صحبت کردیم پولو گرفتیم اومدی. گفته بودی تو دادگاه برنده میشی، منم شنیدم که برنده نشدی، خونه رو دادم به یکی دیگه. چی؟ برادر آدم یه خبری نمیده قربونت برم. ما با تو چه قراری گذاشته بودیم؟ قرار بود یکی دیگه اومد به من خبر بدیده. شرمنده ام رمضان، خب این همه مدت خبری از تو نشد، منم فکر کردم بیخیال شدی. نه پاکیزه نه، مثل این که بازم نمیشه، مثل این که بازم نمیشه دیگه. خدای من، چه شانسی داریم ما. خونه ای که مشتری نداشت تا ما خواستیم بخریم فروختنش. ای بابا ناراحت نشو رمضان من، حتما یه حکمتی بوده. تازه من فکر کنم نپسندیدمش. خوشت نیمه، ولی اونطوری نمیگفتی. به خاطر این که تو ناراحت نشی نقش بازی کردم. مگه تو آدانا به این بزرگی خونه دیگه ای نیست؟ حتما خونه ای که باب میلمون باشه پیدا میشه. من عاشقتم عزیزم، بزرگترین خونه آدانا رو برات میخرم. بس برام نقش بازی کردی ها؟ بفرمایید. سلام خانم سرم. شما این آقای اورهان؟ با نریمان صحبت کردین؟ بله صحبت کردم، ولی ناریمان پیشنهاد شما رو با قطعیت رد کرد. در این بابت دیگه هیچ کاری نمیشه انجام داد. امشب در مورد جزئیات با هم صحبت میکنیم. امشب میای؟ خیلی فوری میام و برمیگردم. نمیخوام سحر خانم ناراحت بشه. باشه میبینمت. خدافظ. خدافظ.
چه هیکل زیبایی دارین. هیچکس باورش نمیشه که شما مادر یک دختر هستین عزیزم. مادام این لباس خیلی زیباست. ممنون از شما. ولی من برای مراسم امشب یه لباس سیاه میخوام. لباسی که هیکلمو جمع و جورتر نشون بده ترجیح میدم. باشه. لباس دیگه ای هست که تازه از پاریس آوردم. نگاه کنید مخصوص خود شماست. قشنگه؟ مرسی بکو. آه خدایا، مثل این که دارم درست میبینم. مادام حالیده، خیلی خوش اومدین عزیزم. چطورین؟ ممنونم. زیبایی شما تحسین برانگیزه. حالیده جان، چطوری عزیزم؟ متشکرم، تو چطوری؟ خوبم عزیزم. مادام فکر کنم این بهتر شد. البته. مادام. بله. این لباسو میخوام. صورت حسابشم بفرست خونه. عزیزم امشب خونمون مراسمیه، لطفا شما هم بیاین. در ضمن خیلی مشتاقم که شوهرتم ببینم. یه شب دیگه مزاحمتون میشیم. لطفا، خواهش میکنم. از اون وقتی که اومدیم هنوز همو ندیدیم. تأخیرش ننداز. امشب بیاین لطفا. مادام اما شما هم ازش بخواین، خواهش میکنم. خیلی وقتی که دوقه هم جمع نشدیم حالیده. به این همه خواهش جواب منفی نده. غیر ممکنه تو با ما نباشی. سرابم دعوت شده؟ چون سرشناسی موکل اورهان بود، به همین خاطر باید دعوت میشد. عیبی داره؟ نه، هیچ عیبی نداره. شاید اگه یه روز دیگه با هم برای صرف شام قرار بذاریم بهتر باشه، موافقی؟ نه نه، امشب میتونیم بیاییم. به امید دیدار. بی صبرانه منتظرتم عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. نمیدونم کار خوبی کردید یا نه. روبرو کردن سقاب حالیده فکر خوبی نیست خانوم. چرا؟ چرا اینو میگید مادام؟ تو مراسم عروسی خواهر زادش با هم دعواشون شد. واقعا افتضاح شد. مادام؟ چرا اینقدر با هم دشمنی دارن؟ سقاب معشوقه یه قدیمی کمال بوده. اوضاع خیلی پیچیده تر از اونه که فکر میکنید. سلام علیکم. فکر کردی نماینده کشور به اون بزرگی الکی برای نوری پاشا مدال فرستاده؟ آره والا، این نشان لیاقته. اون یکی از افتخارای این مملکت بود. یعنی موضوع به این مهمی مملکت آتاتورک باید تو این جمع حل بشه. آخه برادر من، این مسئله به ملت و دولت مربوط میشه، به جمع شما ربطی نداره. شما چرا خودتون الکی قاطی میکنید؟ آخه تو چی سر در میاری از مملکت و مملکت داری که دو ساعت برامو سخنرانی میکنی؟ برو بابا دلت خوشه، دهن منو باز نکن. این جمع شما آخه چه اهمیتی داره واسه من؟ بابا شما کارگرید، باید برید به کارتون برسید. به خاطر خدا دیگه تمومش کن. مصطفی. کمال. داداش من، حالت چطوره؟ من خوبم، تو چطوری؟ سلامت باشی. بیا بشین. عبدال، دو تا چایی باس ما بیار. فکر میکردم تو اسکندرون باشی. درسته، تو اسکندرون بودم. اومدم یه سری به اینجا بزنم. خیر باشه. میخوام برم جنگ، اومدم وسایلمو جمع کنم. مگه افتخاری بزرگتر از جون دادن تو راه مملکتت وجود داره؟ همینم که خیلی وقته که بیکارم. تو سربازی حقوق میدن. اگه برم زن و بچه هامم به آسایش میرسن.
یکی از دوستامم که خیلی دوستش داشتمم تو جنگه، اونم خیلی وقته که خبری ازش نیست. نامه ها خیلی دیر میرسن، سه هفته یه بار نامه ها میرسن اینجا. تا برسن اینجا و تقسیم بندی بشن خدا میدونه چقدر طول میشه. خبر نداشتن هم واسه کسی که جنگه، هم واسه اونی که منتظره سخته. فقط همینو کم داشتم. ناراحت نباش دخترم، من الان همشونو جمع میکنم. نه ولش کن مامان، بعدا جمع میکنم. اوف. این مهمونی از کجا اومد؟ اصلا دلم نمیخواد برم. اگه زش نبود نمیرفتم. برو دخترم برو، یکم هوا عوض میشه، آروم میشی. باشه؟ فقط میخوام امروز تموم شه. خوش اومدی. ممنونم کمال. میشه با هم حرف بزنیم؟ موضوع مهمی رو میخوام بهت بگم. نریمان وکالت همه کارا رو تو کارخونه به من داده، یعنی الان شریک رسمی کارخونه‌ام. که این کارو انجام شده؟ چند روزی میشه که نریمان بهم پیشنهاد داده، اما کارای رسمیش امروز تموم شد. پس از من پنهان کرده بودی؟ نه، فقط نخواستم قبل اینکه قطعی بشه چیزی بگم. در حقیقت لزومی ندیدی که بهم بگی. فکر میکردم سورپرایز شی. به این نمیگم سورپرایز، بهش میگن امر واقع. کمال من متوجه نمیشم چرا اینطوری شدی. به نظرت این خبر خوبی نیست؟ چرا بعد از این همه سختی که کشیدم اینو واسه من زیاد میبینی؟ باش، حالا که تو اینطوری میخوای خیر باشه. میشه، همه چیز خارق العاده است. زود باش آماده شو، خونه سحر دعوتیم. میخواد تو رم ببینه، نمیشد نریم. سحر؟ همسر اورهان. هر چقدرم که نتونم اورهانو ببخشم، سحر دوست قدیمی منه. اگه نریم خیلی زشت میشه. من بین اون آدم ها چی کار دارم حالیده؟ این آدم هایی که میگی دوستای قدیمی منن. در این صورت تو برو. کمال تو رو خدا تنهام نذار. بعد اتفاقایی که تو عروسی رمضان افتاد احتیاج دارم که پیشم باشی. دوست دارم جلوی آدم ها دست شوهرم رو بگیرم و راه برم. لطفاً. عزیزم کجا داری میری؟ دارم بالا میرم، میرم بیرون. کنفرانس دیگه تمام شده، حرفاشو شنیدی؟ نه نشنیدم، سر جلسه بودم. به زودی گروه هایی که میخوام برن جنگ از آدانا عبور میکنن. قبلا بهت گفته بودم کمیته ای واسه یه رسیدگی به این موضوع ترتیب دادیم. اتفاق مهمی توی کنفرانس افتاد؟ میتونه اتفاق بیافته. هر کسی دیگری رو تشویق میکرد و کنارش دعوت میکرد. به سلامتیت. خانم سارو، زیباییتون خیره کننده است. شما هم همینطور. متشکرم. خونتون خیلی قشنگه. اولین باری میای عزیزم؟ بفرمایید. خوش اومدی خانم سر، شبتون بخیر. ممنونم. ابراهیم بهم گفت من این مسئله رو حلش میکنم، از این به بعد کسی نمیتونه به حمزه کاری داشته باشه. چجوری میخوای حلش کنی؟ نمیدونم، حتما این کار واسه خودشون یه اصولی دارن. به من حرفی نزد. در هر صورت تو حمزه رو نجات بده، بقیهش به ما ربطی نداره. آره. ببین حافظ، تو میدونستی خیلی آدم خوبی هستی، با این همه بدی که در حقت کردم بازم کمکم کردی. حلالت باشه. نوشه جونت. من این همه مدت رشید دوست خودم میدونستم،
منم آدم نبودم. آره ببین، رفته تو اماراتو داره صفا میکنه. تو این همه مدت یه سراغی از من نگرفت. خیلی نمک به حرومه. خوبیایی که تو آلباساش انجام دادم زهر مارش باشه. دوست روزای خوبی بود. طبیعیه، طبیعیه. همین که نیازش برطرف شد گذاشت و رفت بی معرفت. مزش یه جوریه. زردالو ریختی توش خواهر؟ آره زردالو ریختم. چون تا حالا نخوردی به نظرت بدمزه میاد. این غذا اینطوری درست میشه. شنیده بودم که تو غذا میوه میریزن، ولی عیب نداره. این عادت سفره های پول داراست. واسه اینه که نشنیدی تا حالا هاجر خانوم. آی چی شد؟ چیزی نشیدی؟ آی چته مرد؟ آی 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 این غذا سنگ داری یه خورده میره زیر دندونم. الان دندونم درد میکنه. خدا از همه اتهامات علکی نجاتت بده. آقا رشید هیچ موقع از غذاهای من سنگ منگ در نمیاد. امروز شما دوتا زن و شوهر گیر دادین به غذاهای من. آ قربونت برم خدا، به من صبر بده. دست در نکنه سیاره خانم، خیلی خوشمزه بود. نوش جانت آقا یاسین. اشتهای آدم رو کور میکنین، کوفت بخورین. خیلی هم خوشمزه است. کاه و پخته گذاشته جلومو میگه غذای پول داراست. انگار تا حالا غذای عیونی ندیدی. سنگ سنگی دیگه. چته تو؟ چرا این میزنی به پا؟ چیزه؟ چجوری بگم؟ مثل این که قفل اتاق من خراب شده. یعنی امشب تا صبح در اتاقم بازه. میگم که به عنوان رئیس امارت میای یه نگاهی به قفل اتاقم بندازی؟ میگم که شاید اصلا منم واسه دستخوش یه دونه از رو کلید اتاقم ساختم بهت دادم. حتما میام. باشه میام. سنگ چقدر این سنگ هست؟ اصلا آدم حالش به هم میخوره.